در طی سقوط بازار بیش از 1 تریلیارد شیبا فروخته شد. با افزایش قیمت شیبا، نهنگ‌های ایمیم کوین فعالیت خود را آغاز کردند. میانگین زمان نگهداری از توکن‌های شیبا اینو در صرافی کوین بیس به 250 روز رسیده است. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنار شات هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. در طی سقوط بازار بیش از 1 تریلیارد شیبا فروخته شد. فروشندگان بزرگ در طول افت بازار میلیون‌ها دلار شیبا به فروش رساندند. همانطور که توسط پورتال رمزارزی اینتو گزارش شده است، دیروز بیش از 1.5 تریلیارد توکن شیبا توسط سرمایه گذاران بزرگ به فروش رسید. این فروش بر اثر گزارش غلط مبنی بر اینکه دولت آمریکا اقدام به فروش بیت کوین مصادره شده کرده است رخ داد. این فشار فروش زمانی شکل گرفت که فاصله میان خریدها و فروش‌های بزرگ صرفاً 26 میلیارد شیبا بود. موضوعی که نشان می‌دهد دیروز می‌توانست روز بهتری برای سرمایه‌گذاران باشد، هرچند طی یک ساعت قیمت این توکن به میزان 8% افت کرد و به فشار فروش قدرت بیشتری بخشید. عملکرد قیمتی توکن شیبا هنوز وضعیت نامطلوبی دارد. نسبت فعلی میان خریداران و فروشندگان نیز به نفع این توکن نیست. در ازای هر 130 فروشنده 121 خریدار وجود دارد. شایان ذکر است که تنها آدرس‌هایی که حداقل 1% از مجموع حجم معاملات شیبا را در دست داشتند، در این نسبت در نظر گرفته می‌شوند. هنوز مشخص نیست که در آینده توکن شیبا چگونه عمل خواهد کرد، اما گزارش غلطی که فشار فروش اخیراً را رقم زد، بر اهمیت حفظ احتیاط و آگاهی نسبت به بازار رمزارزها تأکید دارد. هنوز مشخص نیست که بازار به این فروش چه واکنشی نشان خواهد داد و یا حداقل به سطح دیده شده در هفته پیش باز خواهد گشت یا خیر. با افزایش قیمت شیبا، نهنگ‌های این کوین فعالیت خود را آغاز کردند. قیمت شیبا تقریبا دیروز یک افزایش داشت و در پی آن نهنگ‌های این کوین شروع به فروش دارایی خود کردند. طبق داده‌های ارائه شده توسط اتراسکن، چندین کیف پول نزدیک به 6 میلیارد شیبا را در چندین تراکنش به دو صرافی بزرگ بایننس و یونی سواب انتقال دادند. اما یک نهنگ برعکس عمل کرد و چندین میلیارد شیبا اینو خرید و میزان موجودی خود را به 16 میلیارد شیبا افزایش داد. میانگین زمان نگهداری از توکن‌های شیبا اینو در صرافی کوین بیس به 250 روز رسیده است. داده‌های صرافی کوین بیس نشان می‌دهد که هولدرهای شیبا اینو به طور میانگین 250 روز این ارز دیجیتال را هولد می‌کنند. این در حالی است که میانگین زمان نگهداری ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم، کاردانو و سولانا در این پلتفرم کمتر از 250 روز است. علاوه بر این کوین بیس تأکید کرده است که شیبا اینو 11مین ارز دیجیتال محبوب این پلتفرم محسوب می‌شود. با این حال قیمت شیبا اینو در 2 هفته گذشته نزدیک به 5% کاهش، همچنان در محدوده 0.40 $10 معامله می‌شود. شیبا اینو در حال حاضر با ارزش بازار حدود 6 میلیارد دلار در رتبه 14 بازار قرار داشته و سهم 48% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.40 $10 با حساب نرخ تتر 53850 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم بازارات روزانه آن 204 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 2% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.408 دلار بوده که اینک 88% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 589 تریلیون و تعداد کل واحدهان 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعالیت این صرافی که در آن شیبا اینو معامله می شود صرافی البانک با سهم 94% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات 1 ساعته و 2 ساله روند صعودی داشتند، ولی تغییرات 1 روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه، 6 ماهه و 1 ساله روند نزولی داشتند که مطمئناً این تغییرات، یعنی تغییرات 1 روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه، 6 ماهه و 1 ساله که روند نزولی داشتند، در آینده به روند صعودی تبدیل خواهند شد. انتظار می‌رود درآمد صنعت ارزهای دیجیتال در سال 2023 دو برابر شود. طبق داده‌های یک پلتفرم انتظار می‌رود سال 2023 درآمد صنعت ارزهای دیجیتال بیش از دو برابر شود. بریتانیا شاید رشد سریعتری در درآمدهای ارز دیجیتال است، اما ایالات متحده همچنان در صدر قرار دارد. طبق این گزارش بریتانیا در مسیر رشد 125 درصدی درآمد ارزهای دیجیتال خود قرار دارد. این شرکت تحقیقات بازار برای محاسبه این ارقام درآمد حاصل از شبکه‌های ارزهای دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال و نئو بروکرها و نئو بانک‌ها را در نظر گرفته است. پیش بینی می شود که ایالات متحده با بالاترین درآمد مبتنی بر ارزهای دیجیتال در سال 2023 درآمدی 17 میلیارد دلاری در سال جاری داشته باشد. یک افزایش 108 درصدی نسبت به سال 2022 خواهد بود. درآمد سال گذشته این کشور از این بخش 8 میلیارد دلار بوده که نسبت به 12 میلیارد دلار در سال 2021 کاهش یافته است. خالق دوج کوین با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مخالف است. بیلی، یکی از خالقان رمزارز دوج کوین، در مورد سرمایه گذاری و خطرات بسیار جدی آن در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد. بیلی در تاریخ 22 آوریل در چند پست متوالی در توییتر سرمایه گذاری در دارایی دیجیتال را ترک
منطق و عقلانیت دانست و آن را با سرمایه‌گذاری در بیماری روحی و روانی مقایسه کرد. اظهارات بیلی در بوبوی جو نزولی در بازار ارزهای دیجیتال بیان می‌شود که سرمایه‌گذاران آن متحمل ضررهای قابل توجهی پس از بازار سعودی در سال 2021 شدند. این در حالی است که به طور معمول چنین وضعیت‌هایی به عنوان زمان‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری در بازار تلقی می‌شوند. بیلی همچنین برخی از محصولات کریپتو به ویژه توکن‌های غیرقابل تعویض NFT حمله کرد و اظهار داشت که NFT‌ها مشتقات ارزهای دیجیتال هستند، بنابراین حتی بیشتر از بیماری‌های روانی هستند. در واکنش به افزایش اخیر ارزش میمکوین جدید، بنیانگذار دوج بیان کرد که آنهایی که ادعا می‌کنند شوخی کردن با ارزهای دیجیتال و تلقی کردن آن به عنوان یک سرگرمی جلوگیری از ثروت نسلی است، کاملا در اشتباه هستند. شاید ذکر است که بیلی در سال‌های اخیر روی کرده بدبینانه‌ای در مورد ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. به عنوان مثال در سال 2022 خالق دوج کوین فاش کرد که 9 سال پیش مدت کوتاهی پس از معرفی دوج سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال را متوقف کرده است. در آن زمان او اظهار داشت که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند نوعی قمار در نظر گرفته شود. در این راستا بیلی همچنین چندین پروژه ارز دیجیتال را با تمرکز بر زندگی هوشمند بایننس اجرا کرد. بیلی تمام توکن‌های مبتنی بر زندگی هوشمند بایننس را زباله نامیده است. ریپل دل دوستداران محیط زیست را برد. ریپل شرکت فینتک مبتنی بر بلاکچین در توییت اعلام کرد که این شرکت معتقد است بحران جهانی آب و هوا یکی از مهمترین چالش‌های قرن است و نوآوری بلاکچین در بازارهای کربن می‌تواند به دستیابی به اهداف جهانی زیست محیطی کمک کند. ریپل از سال 2018 روی این ابتکار کار می‌کند و با شرکت‌های مختلف و بنیادها و دانشگاه‌ها و کارآفرینان اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی برای پیشرفت همکاری کرده است. این شرکا در حال حاضر در بیش از 80 کشور فعال هستند و این ابتکار تاکنون 150 میلیون دلار کمک مالی ارائه کرده است. این شرکت ارز دیجیتال مدعی است که پذیرش فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین می‌تواند به افزایش مشارکت اقتصادی برای میلیاردها نفر بدون دسترسی به خدمات بانکی کمک کند. ریپل یکی از راه‌حل‌های این مشکل را ارائه نقل و انتقالات پولی کم هزینه همیشه در دسترس بازارهای نوظهور و ایجاد یک پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی برای دولت‌هایی می‌داند که برای بهبود مشارکت مالی تلاش می‌کنند. علاوه بر این ریپل قصد دارد فردای پایدار را برای صنعت ارز دیجیتال ترویج کند. ریپل معتقد است XRPL آن اولین بلاکچین در جهان است که همراه با کربن خنثی و چارچوب آن پتانسیل ارائه راه‌حل‌های ارز دیجیتال سبز و بازارهای کربن مولدتر را دارد. این شرکت با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از انرژی سبز و سرمایه‌گذاری در پروژه حذف کربن مبتکرانه، هدف خود را دستیابی به بی‌نیازی به کربن تا سال 2030 تعیین کرده است. اگر از این ویدیو خوشت اومد، حتماً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید و ما هر روز دو ویدیو می‌ذاریم که از ویدیو ساعت 4 و ویدیو دیگه ساعت 10 شب براتون آپلود میشه و هر نظر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتماً در کامنت‌ها برامون بنویسید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.